درود به همه، خوش اومدید به چنل داونشیپ و من علی هستم در کنارتون با اولین گیم پلی بازی کرو موتور فست. شرمنده که صدای من رو ندارین، همونجا که میبینین من دارم یه چیز دیگه میگم توی تصویر، ولی صدای من الان میبینین یه چیز دیگه داره میگه. مشکل اینه که میکروفون من متاسفانه سوخت و من الان دارم صدای خودم رو براتون ضبط میکنم، پس تصویر اینجا نداریم و فقط تصویر بازی رو داریم. با بتای کرو موتور فست اومدیم، این شانس رو دارم که براتون ویدیوشو بگیرم. بازی خود شهریور ماه منتشر میشه، خیلی هیجان دارم و بریم ببینیم که چی میشه. تو این ویدیو قرار نیست زیاد کات داشته باشیم و زیاد ادیت های خاص داشته باشیم، بیشتر میخوایم ببینیم بازی چطوره و شما هم بازی رو کامل ببینیم که به چه صورته. خب اینجا بخش تنظیمات بازیه، من خب سابتایتل که باشه، زبون انگلیسی باشه، برم ببینم که خب استریم مود رو آن میکنیم اینجا که کپی رایت نخوریم، موزیکای غیر کپی رایت دار بذاره، چون خودم نمیخوام موزیک بذارم روی این ویدیو استثناءن، و گرافیک رو میذارم روی حالت پرفورمنس که بالاترین که بتونه بیشترین اف پی اس رو به من بده. من دارم با کنسول ایکس باکس سیریز ایکس بازی میکنم و دیگه چیز دیگه ای به نظرم نمیخواد تغییر بخواد، فقط یه ذره برایتنس رو کم میکنم به نظرم هم بهتره. خب اینجا سه تا درجه سختی داریم، آماتور، اینترمدییت و در آخرم اکسپرت، که اگر اینترمدییت بذاریم میبینیم که تراکشن کنترل داره، ای اس پی داره، دریفت اسیست داره، یعنی موقع دریفت کشیدن هم حتی بهتون کمک میکنه، ریسینگ لاینش فوله، ولی ما میذاریم روی اکسپرت چون نه تراکشن کنترل میخوایم نه چیز دیگه ای. و اینجاست که باید ایستاده دست زد و تشویق کرد یوبیسافت رو. کسایی که کرو دو داشتین میتونین تمام ماشیناتون رو به کرو موتور فست انتقال بدین با زدن یه دکمه، و من خب چون بیشتر کروی قبلی رو توی PS5 بازی کرده بودم، ماشینا بیشتر اونور بود، ولی تو ایکس باکس هم داشتم که زیاد ماشین نداشتم، ولی همونا رو هم میزنم الان که انتقال بده. خب زدیم، الان فکر کنم ماشین من انتقال یافته، نیو گیم رو دیگه بزنیم بریم سراغش. خب من اینجا هیچی نمیگم، خفه میشم و شما ببینیم که چجوری. الان با هلیکوپتر داریم میریم سراغ جزیره هاوایی، بازی توی هاوایی جریان داره، الان داریم با هلیکوپتر میریم. منظرش خوشگله، خیلی شبیه فورزا هورایزن 5 مخش خدایی بخوایم بگیم، نه فقط فورزا 5، خیلی از مخای فورزا اینجا که علنا فورزا 3 شد. اوه لمبوی کنتاش، هشمان کنتاش جدیدم پس داره. و مسابقه PC ای ولی و فرمول 1 و ماشین های غیر فرمول 1، اوه فرمول 1 ردبول بود، پورشه 911. کسایی که موتور بازن موتورها رو میشناسن، من هیچ شناخت متاسفانه موتورها ندارم، موتورم داریم، هواپیمایی نام هستش موتور فیس. فعلا FPS اوکی اینجا با اینکه بتاه، ولی ممکنه یه سری اشکالایی ببینیم توی بازی. این اشکالا به خاطر بتاه، توی روز عرضه این مشکلات رو نخواهیم داشت. خب میگه که آقا پارتی تایم، جمع شیم، بزنیم برای ترجمه کنم. اوکی اینجا ما باید کاراکترمون رو اول انتخاب کنیم که چه ریختی باشه، میتونیم ایشون رو انتخاب کنیم، ایشون یا الان مثلا این مشکل سایه ای که داره، این به خاطر بتاه بچه‌ها، همچین مشکلاتی نخواهد داشت بازی اصلی به احتمال 90%. خب من یه کاراکتر رو بردارم بذار ببینم این ورا جون، این چه خوبه، همینو برمی‌داریم آقا، همینو برمی‌داریم دیگه، کاستومایزش نکردم فعلا، الان نمیخواد، می‌خوایم بازی رو کنیم. خب میگه خوش اومدین، من میدونم که خیلی هیجان زدین، امیدوارم که از هلیکوپتر سواری خوشتون اومده باشه، به موتور فست خوش اومدین، اسم من مالوه و اینجام که به شما رو به سرعت بندازم، داره چرت و پرت میگه، همینجوری تعریف داره میکنه از فستیوالو، میگه که شما خیلی مهمونای ویژه‌ای هستین، ورزشکارین، عاشق ماشینین، همه اینجا جمع شدیم توی هاوایی دوست داشتنی که اینجا هم قسمت فستیوالمونه، پلی گراوند براتون درست کردیم، جاهای مختلف، پیستای مختلف، و ما یه جایی براتون ساختیم که بتونین توش خلاصه حال کنین و همه چی سوپر کاستومایزه. واه شما اینجا رو ببین، چقدر خوبه، چقدر خوبه، اینجا داره پلی لیست های مختلف رو به ما نشون میده، سوپرا رو چه کیتی،
این الان همون مپ هاواییه، ولی بحث اینه که چون مسابقه ژاپنیه اینجا شبیه توکیو تمش رو درست کردن. اوه شروع میکنیم. خب بذار استارت بزنیم ببینیم. اوکی آه خیلی هم عالی. اوه اوه گرافیک ببین خوبه، راضیم. FPS رو خیلی راضیم، ولی با این که بتاست با اونم که میگه ترمز میکنه. اوکی خب یه ذره فیزیکش به نسبت کرو قبلی عوض شده و همونطور که میبینید ما نیترو رو داریم اینجا. اینجا ترمز کنیم بپیچیم. اوه یه ذره سر خورد. اوکی اوکی گفتم کات زیاد نمیذارم. تا الان چنل رو سابسکرایب نکنید حتما سابسکرایب کنید. من همه ویدیوهام با دوربین منتها ببخشید میکروفون سوخت، برای همین دیدم تصویر خودم به صدای ضبط شدم دیگه الان جوابگو نیست، نمیخوره، برای همین تصویر خودم رو مجبور شدم حذف کنم. معذرت میخوام، از ویدیوی بعدی دوباره همه چی اوکی میشه. خب اینجا هم بریم ببین فیزیکش خیلی بهتر شده نسبت به کرو قبلی، گرافیک هم بهتر شده ولی نه اونقدر، اونم به خاطر اینه که برای نسل 8 هم میاد، اونم به خاطر اینه که به خاطر نسل 8 هم میاد این بازی و خب این باعث میشه گرافیکو نتونن خیلی پیشرفت بدن و خیلی من دارم حال میکنم آجی، خیلی خوبه تا الان. حالا بذار پیش بریم ببینیم چی میشه. همین الان داره منو میگیره، داره هایپم میکنه اصلا. یه ذره هندلینگ شاید سفت‌تر شده نسبت به کرو قبلی، ماشین ها یه ذره آندرستیر شده شنو. اوه اینجا دیریفت رو زدیم یه ذره. بذار دوربین داخل رو بهتون نشون بدم. اوه خیلی دوربین داخل بهتر شده، مخصوصا تکون دادن فرمونش. تو کرو دو ایرادی که من میگرفتم فرمون رو اصلا خوب تکون نمیداد، ولی این توی این مشکل برطرف شده. خب این پلیلیست مثل این که تموم شد. واو خوشگل میاد مپشا. او ماشین درگ بود. ای والا ای والا بریم سراغ فکر کنم پلیلیست. بله پلیلیست بعدی میخواد از من ماشین یا مسابقه آفرود رو به من نشون بده، فورد برانکو. اینجا دیگه خدایی داداش خیلی شبیه فورزاست. اوکی یه ایرادی که کرو داشت توی کرو دو این بود که هنگام جامپ ماشین میخواست بچسبه به زمین، یعنی جاذبه زمین 4 برابر واقعیت بود. حالا نمیدونم اینجا قرار مشکل داشته باشیم یا نه. آه وایسا الان میفهمیم. وایسا بس بپریم. بله هنوز این مشکل رو داره، سریع میچسبه ماشین به زمین که اوکی، حالا یه ذره آرکید تر از هورایزنه، ولی من نمیدونم چه لزومی داره که اینجوری ساختن که ماشین بچسبه، ولی روندنش روی خود آفرود به جز پرش خیلی راحته. من دارم خیلی حال میکنم الان، خیلی خوبه خیلی خوبه، چه منظره های قشنگی. اوه وایسین تر زدم. اوه ریوایند داریم، ریوایند رو دکمش رو نگه داریم. آه بعد نگه داریم بعد ویل کنیم. الان این شد ریوایند ما، مثل فورزا نیست که یه بار ریوایند رو بزنی و هر موقع دلت خواست ایو بزنی، بعد ریوایند رو دکمش رو نگه داری، هر جا فکر کنی اوکیه دکمه رو ویل کنیم. و ما همین رو باید مستقیم فعلا بریم. فقط من زیاد توی ریسینگ ها طرفدار نیترو نیستم، این علاقه شخصی خودم ها، نظر خودم. اگه میتونستم ازش کنم بعد هوش مصنوعی دیدی باز به خاطر بتا، الان اصلا این بتا رو دادن که تست کنیم ایراداتش رو بگن پلیرهای مختلف و بله. ولی خب تو فیزیک بازی دیگه تغییری ایجاد نمیشه، مثلا الان پرش رو نمیان فیزیکش رو عوض کنن، ولی هوش مصنوعی اوکی میکنن. اوه چقدر اول شخص شده بچه‌ها خوب شده، خدایی فرمون اینجوری تکون میده. نگاه کن خدایی اینو دیگه فورزا بهتر در آورده که فرمون اینجوری تکون میده. ای کاش فورزا فرمون رو بذاره 900 درجه به چرخه توی این دوربین و خیلی خوبه، خیلی خوبه تا اینجای کار. اوه اوه اشتباه اومدم، نه درسته درست اومدم، غمت نباشه. خب اینم از این فستیوال، یعنی ببخشید اینم از این پلیلیست. جلوتر ببینیم چی میشه. خب این از رالی آفرود بود. آفرودینگ از فریدم امپروویزیشن بات دی نکست پلیلیست از آل اباوت دی کمپتیشن اپلی نیم دی موتور اسپورتس پلیلیست. اوه ایست ایست، مرسی مرسی بخش مورد علاقه من ایست. یس بیبی یس بیبی، این ماشینا چی ان ایندیکار هم که نیستن فکر نکنم، بزن دوربین اول. اوه اوه اون بالا وایس ببینم تایر ور نوشته، یعنی عمر لاستیک. شوخی میکنی، یعنی ما قراره تو مسابقه پیستی عمر تایر داشته باشیم و این یعنی این که ما لاستیک رو میتونیم عوض کنیم. وایسا وایسا الان معلوم میشه پشمام. اوه 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 ببخشید بابت رانندگی بعدم، واقعا بچه‌ها اصلا به هندلینگ و فیزیکش هنوز عادت ندارم.
طول میکشه، طول که نه، یه هفته طول میکشه عادت کنم. حالا روز عرضه بیاد اونجا دیگه قشنگ رانندگیم خوب شده تا اون موقع. اوف اوف دوربینو، فقط حیف که آینه ها هنوز تزئینی ان، آینه بغلا و آینه توی ماشین و برخلاف مثلا فورزا آینه شون جوری نیست، قشنگ نشون میده. و او وایسا داریم میریم پیت استاپ، پشمام لاستیک میتونیم عوض کنیم؟ خدایا خیلی ذوق کردم، خیلی اصلا پشمام ریخ. این چیز خیلی عجیبی نیست کلا تو ریسینگ، چون تو گراند توریزمو میزنم، استو کورسا میزنم، خب درسته اون تو لاستیک عوض میکنیم، اما توی یه بازی آرکید من تا حالا ندیده بودم لاستیک اینجوری عوض کنیم. پشمام، آفرین به این خلاقیت، دمش گرم. تا اینجا که بازی من که خیلی خوشم اومده، نمیدونم نظر شما ها چیه، حتما بنویسین توی کامنت ها. بزنین که شبیه استون مارتین فرمول 1 رو رد کنیم، ردش میکنیم. حالا میرسیم به پیچ بعدی، یه ترمز نایس، رانندگیم یک کم بهتر شد، درافتش میکنیم، فیزیک درافت رو هم داره. آخ ریدیم اینجا و میندازیم پشتش، میریم آها دارم میگیرمش، آه تموم شد. خب میریم بعدی. اوه شما گرافیک سایدگی لاستیکار دیدی؟ اینا ماشینه جی تی تی نگاه کن پشما. اوه ماشین راسی 2023 فرمول 1 که ردبول هم توی بازی هست، ولی قیمتش رو نمیدونم چقدره. But then I got to go old school. خب اینجا میریم سراغ ماشینای کلاسیک. آره این ماشینم میده به ما. ایول بزن بریم. خب مثل اینکه نیترو اینجا نداره. چه خوب نیترو نمیتونیم بزنیم. خیلی عالی آقا، من استقبال میکنم. اوکی یه ذره آخ سخته، یه ذره سختتر شده و این خوبه، البته چالشی تره. پشمام خیلی با دوربین اول شخصش رو هم حال میکنم. ببخشید یه ذره گند زدم. میریم همینو بینیم. اوه گرفت ما رو، بیا برا بابا. آها ای من باز جا انداختم اینو بچه، من واقعا شرمندم. پشمام دوباره، آها اینجا گاز رو ول کردم، اوکی شد. بریم آها بنازم بزنیم هم سوم شخص. عالی، اینجای بازی که منو بد جور گرفته، هنوز هایی به من نریخته، حتما نظرتون رو بنویسین. اشمان خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب بریم بهش میرسیم، نزدیک میشیم، یه ذره از این برم میریم. حالا بریم پشت سرش درفتش میکنیم، خدا رو شکر نیترو استفاده نمی کنیم. داریم به این داشمون نزدیک میشیم. میایم آها برو بچم دیگه بابا، بگیریم حداقل یه نفر رو بگیریم. برو هوش مصنوعی واقعا اینقدر قویه؟ یعنی از لحاظ ماشیناشون همیشه اینقدر قویه یا نه؟ چون اینا واقعا ماشیناشون قویه، ولی داریم بهشون نزدیک میشیم. خوبه، نه دارم به فیزیک و هندلینگش عادت میکنم، خیلی بهتر از کرو قبلی، یعنی کرو دو شده. اوه جلو شو. خب این پلیلیست هم تمام شد. ما این بودیم این همه مدت. So out with the old and in with the new they say. The next playlist is legendary. خب میگه میخوایم بریم یه پلیلیست، میگه پلیلیست بعدی لژندریه. حالا اوه هایپرکار و لامبورگینی رولتو، ماشین کاور بازی. واقعا دلم میخواد فورزا همین لامبورگینی رو بیاره. جدیدترین هایپرکار لامبورگینی رو دارین نگاه میکنین الان، جایگزین لامبورگینی اونتادور شده. بذار بزنم دوربین داخلش اتاقش رو اول ببینیم. پشما عجب چیزی. اینجا فکر کنم نیترو بتونیم بزنیم. بله نیترو رو میزنیم. عالی، وای طراحی تو نگاه کن، تو واقعا یه اثر هنری رو داری الان نگاه میکنی. نگاه کن چقدر خوبه. هشمام چی زده لامبورگینی؟ و ولی گفتن این دیگه آخرین ماشینه، اگه اشتباه نکنم هایبریدشونه دیگه، بقیه رو مثل که میخوان الکتریک بزنم. متاسفانه اونجام که داریم کنتاش جدید رو میبینیم. آخ در زدم دوباره، اونتادور اومد ما رو رد کرد، نسل قبلیمون. آها چه منظره هایی باری کرده بابا. اوه اوکی حالا بیا اینور. اوه منو عادت نکردم آجی. برو بجون فعلا دارم دنده اوتومات بازی میکنم، منوال نکردمش. اوه خیلی هم عالی. تا جایی که بشه من براتون کات نمیزنم این ویدیو و ادیت خاصی هم نمیزنم که یه جور شبیه واکترو بتونین نگاه کنین، با خیال راحت چیزی رو از دست ندین. و بله چه نمیرسم من به اینا. وا بجون
داریم میرسیم آقا، داریم ای بابا، ما هر موقع داریم میرسیم تمام میشه پلیلیست. خب اینم از این. بعدی چیه؟ بعدی فستیوال رو پیدا نمی کنیم؟ Like what you saw? Well, those were just the tip of the iceberg. But we've got to go step by step. خب میگه دنبال من بیاین و آره دیگه، میگه به موتورفست خوش اومدین. اینجا جاییه که راجب موتور و بایک و ماشین و قایق و همه چی که هست و میخواییم حالا گول کنیم و داره خلاصه تعریف میکنه دیگه. دیگه اینجا دیگه از اینجا دیگه داشت جایی بهتر نیست که بخوایی ماشین بازی کنی. اینجا جایی که در واقع کار چرا چجوری بگم، رسم و رسوم یا فرهنگ ماشین بازی اینجاست. و اینجایی که میگه یه جور شبیه مثل این که نمیدونم نمایشگاه ماشینه اینجایی که داره میره توش. حالا نمیدونم حالا ما رو میبره تو یا آره برد. ما باید اولی ماشینمون انتخاب کنیم. فورد ماستنگ، هوندا S2000، BMW Z4. S2000 کدوم خدا، من همین S2000 رو انتخاب میکنم. حالا داداش ماشینای منو انتقال مگه ندیدی؟ حالا ماشینای خودم کو. خوبست. خب اینم از ماشین ما. چه مشبی اسکولا میمونم اینجا، چه اینجایی رو میره برش دار آقا، برش دار بریم بیرون. خب خلاصا صرفا تا اینجای کار رو بزنیم بهتون بگم تا داریم حالا میریم چیز. ببین فیزیک بازی به نسبت کرودو خیلی بهتر شده. وایسین اینجا پلیلیست هاست که بین 3 تا پلیلیست گفته یکی رو انتخاب کنیم بریم سراغش. این راجب تاریخچه پورشه و بیشتر البته پورشه 911 است. اون پلیلیست بغلی راجب قرار توش انجام نمیدونم راجب آفرود رفتن توی هوایی بریم. و این هم همون پلیلیست اولی است که ژاپنش رو رفتیم، شبیه توکیو شد با سوپرا رفتیم. ولی یه بار چون این دوتا رو رفتیم من میگم بیایم این 911 رو بریم که تا حالا نرفتیم، جذابتره. میشنهای اونا رو هم حتما میریم. خب واو فستیوال چه خوشگل آجی پشمام، دوربین اینجوری هم داره که بیاری رو سقف دوربینو از بالا نگاه کنی ماشینو، چقدر باحال. و بذار او هواپیما و قایقینام برگشتن مثل گروه قبلی، پس اینا رو هم داریم. اینا فقط سوال من اینه که پلیئر آنلاینن یا اینا الان ای ان. یه هواپیما بالا سرمون رد شد. بزن بریم آقا، بزن بریم سراغ دستینیشن ببینیم که چی میشه. خب قبلش بزنیم مپ رو یه نگاه بندازیم بچه ها. بذار من دور کنم ببینم مپ چقدره. مپ کرو دو کل آمریکا بود ولی این مپ به خاطر بالا بردن گرافیک و گیم پلی بهتر کوچیکش کردن. ولی بذار ببینیم در مقابل مثلا فورزا او خیلی کوچیکه. نه خود اونیم واقعا مپ کوچیکه ولی امیدوارم که توش انقدر چیز میز اضافه کنن که کوچیک به نظر نرسه. الان این جزیره چی؟ نه اینو نمیتونیم بریم، فقط همین یه جزیره است. و خب بخوایم منصفانه بگیم حالا اینقدر تعریف کردیم واقعا جزیره کوچیکه. این بخش چپی که داریم میبینیم مثلا قسمت صحرایی شفق کنم، این وسط هم مثلا یه چیز مثل روستاتوره، این بغل هم که جنگلی و دیگه ساحل هم داریم، کوهستان هم داریم، یه چند تا شهر کوچیک هم حالا توی نقشه دیدیم. این هم حتما یکی از پیست هاست. آره نمیدونم حالا همین دوتا پیست رو داره یا بیشتر، ولی حالا بزن بریم فعلا بریم ببینیم چی میشه. آقا نها کن فرمون رو 900 درجه میپیچونه، اینو خیلی دوست دارم. ایوه ببین قشنگ حال میای، قشنگ حال میای. خوشم اومد، خوشم اومد. بزن بریم دوربین سوم شخصش هم خوبه، راضی هم. فستیوال قراره بریم بیرون الان. نظرتون حالا چیه بچه تا اینجای کار؟ از این بازی راضی هستین؟ دوست دارین ازش روز عرضه که اومد حتما ویدیوشو میگیرم، ولی راضی هستین که براتون مثلا محتوا مثل فورزا زیاد از این تولید کنم؟ نه اینکه فورزا فراموش بشه، هم این هم فورزا هم هر دوشون واقعا خیلی خوبن، ولی اینو من موندم، این به این خوبی من موندم. الان نیت فور اسپید آن باوند الان چه شانس زیادی داره. اوه هواپیماشو یه ذره فیزیک هواپیماش هم انگار تغییر کرده. بذار حالا با هواپیما از این بالا مپو ببینیم. جلومون دارم چیز شبیه آسمون خراش میبینم. دودم فعال کردم براتون. آها بچه ها هواپیما رول نمی کنه، یعنی نمی چرخه دور خودش. ما این کار رو می کنیم تو کروه قبلی می چرخه دور خودش. خب فعلا مثل اینکه اینو حالتش رو عوض کرده، من نمیدونم الان چجوری اینجوری به چرخم دور خودم. ولی این پایین اتوبانه. آره بذاریم ماشین شیم یه لحظه. وایسا خب
استورزو کو این ماشین منه، یعنی تو کرودو داشتمش. پشمام یه لحظه اجازه بده ببینم. بریم سراغ ویهیکلز، ماشینای منو داد همین الان. پس این یکی از ماشینام بود، این هواپیمام داشتم و قایقم، مرسدس ایکس کلاس هم، اینا ماشینای منه. این سیتروئن هم داشتم. پشمام دمت گرم بابا، ماشینا رو بدین. سوزوکی هم داشتم، حالا این زیاد مهم نی. اون یکی ببین، من یه مازراتی نام داشتم ولی اونا کجان نمیدونم. حالا بذار وایسا یه لحظه دوباره چک کنیم. بذار بیان وایسا باز ماشین. آه استون مارتین منکویشم، MX5 هم، آها اومدن. اینم مرسدس AMG مخصوص پیستم بود، اینم چالنجر مخصوص ریس های درگ هم بود که داشتم. ای والا خیلی خوبه، اینم مازراتیم. خب بذارین من همین استون مارتین رو فعلا وردارم، ادامه بدیم. خب بزن بریم بزنم دوربین داخل. به 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 چقدر بهتر شد. پشمام اینجا داره من رو یاده اون اتوبان GTAV میندازه. نمیدونم حالا نظر شما رو، ولی واقعا خیلی شبیه اونجاست. یه لحظه وای به GTAV گرفتم، خیلی خوشگله. من راضیم آقا، راضیم. بزن بریم، لیتس گو. فقط این کاش این چراغ ترمزا رو که در واقعیت LED هن و کرو ترمز میکردی مثل لامپ روشن نکنه داداش. LEDه ترمز میزنیم باید درجا روشن شه، نه مثل یه لامپ. دوباره هواپیماشیم بابا، سریعتر برسیم. این چون ویدیوه، من سریع میخوام این چیزها رو بهتون نشون بدم، چون بعد 40 دقیقه رکورد رو قطع میکنه. میخوام تا جایی که میتونم این ویدیو رو براتون طولانی بگیرم. بازم میگم ببخشید که ندارین تصویر منو، یه ذره شاید کیفیت کار اومده باشه پایین، ولی چون این داغه باید سریع برسونم به دستتون. خب آقا ما داریم میرسیم. بله برو اون جلو بذار تو آب. قایقم هم بیارم ببینیم قایقش هم تغییری کرده راجع به فیزیکو هندلینگ یا نه. آها قایق دکمه B، این دفعه با دکمه عوض میکنه. آها خب نه قایق همونه، طرز کار کلن همونه، فیزیکش هم من تغییری توش احساس نمیکنم، ولی فقط دوربین اول شخصش خیلی بهتر شده توی قایق. قایق همونه. خب بذار دیگه اینجا ماشین رو برداریم بریم اون تو. رفتیم زیر. وایسه قایق رو دوباره بیار، قایق رو دوباره بیار بریم جلوتر. آها این هم از ماشین. خب بریم سراغ این پلیلیست. الان ظاهرا باید این میشن بریم دیگه، درسته؟ خب داره تاریخ پورشه رو یه جورایی نشون میده، مخصوصا 911. Porsche 911 Legacy. Porsche 911 Legacy. 911 Turbo GT3 RS GT3 Cup 959 Raid GT1 سال 1998. گفته پلیلیست رو کامل کن و یه 911 اسپیشیال ادیشن میبریم. اگر ما پلیلیستش رو کامل کنیم پس یه 911 اسپیشیال ادیشن میده، حتما کامل میکنیم. فقط این کارهایی که سوال برام پیش اومد الان من دارم انجام میدم، وقتی بازی روز عرضه بیاد و من بگیرمش هم این باید از اول شروع کنم دوباره، یا این سیو هم تا اینجایی که اومدم هست. ممنون میشم اینو کرو توضیح بده. ولی حالا خب ما الان ببین پلیلیست رو اکتیف کردیم، پس میتونیم فست ترافل کنیم بهش و چند تا از میشن های پلیلیست، در واقع پلیلیست چند تا میشنه توی مپ برای ما اسپان شد. از این بالا قشنگ میتونین متوجه کوچیک بودن مپش بشین، واقعا کوچیکه. خب قراره بریم یکی از میشناش. بذار ببینم فست ترافل نمیتونم بکنم به میشنش الان. خب این اولین میشنشه. نه متاسفانه فست ترافل نمیشه کرد یه جوری سریع الان، ولی خودمون رو میرسونیم بهش، زیاد دور نیست. هواپیما بزن بریم. شرمنده هواپیما زیاد استفاده میکنم. الان باید سریع خودمون برسونیم تا جایی که میتونم چیز نیست بهتون نشون بدم از این بازی. وظیفمه الان اصلا خودم نباحال کنم، باید ویدیو رو همینجوری الان دوربین خودم هم نیست، باید روی محتواش تمرکز کنم. برسیم سریع. ببین رول نمیکنه، نمیچرخه دور خودش. من به خدا شوکه دستر رو تا راست گرفتم ولی رول نمیکنه. فقط نمیدونم با چه دکمه ای الان میتونیم اون کار بکنیم، نکنه کلا حذفش کرده. خب فلش پایین ایموت میتونین، ایموت که یعنی میتونین اسکیپ بزنین. فلش چپ هم فوتو موده، خیلی هم عالی. فلش بالا چی؟ میشن و پلیلیست و موزیک رو بهت نشون میده. استریمر مود آنه، امیدوارم دیگه کپی رایت نخوریم دیگه، اون آنه. خب
بزن بریم سراغ اون میشن. الان دیگه وقتش ماشینو بیارم. ولی وایسا. خیلی خب وقتش ماشینو انتخاب کنیم. او اینجا شبیه لنگرگاه بندرگاه چی بهش میگن؟ همونی که میگین. پوره کانتینر اینجا. خب این فکر کنم باید یه ریس بدیم اگه خدا بخواد. چجوری استارت میشه؟ وایسو آها باید بریم روش. اوکی خب اون سمت راست همونطور که میبینین ما تنظیمات دیفیکالتی رو داریم. بذار ببینم چی داره. ایونت دیفیکالتی خب راهنما داره. بریکینگ اونلی، اوتو بریکینگ من نمیخوام خاموش باشه. ریوایند حالا روشن باشه. نیترو میتونیم نیترو رو قطع کنیم. خیلی عالی، من همه رو قطع میکنم ولی حالا فعلا روشن باشه. دنده رو میذارم فعلا اتوماتیک چون توی کرو واقعا دنده ای زیاد جواب نیست چون نیترو میزنی اینا خوب جواب به نظر من نمیده. تراکشن کنترل خاموش باشه. ABS وایسا ABS چرا فورس آف؟ نه ABS رو روشن کن، من ABS رو میخوام عزیزم. حالا ایراد نره. اوتو استرینگ آف باشه. ESP هم همینطور. کمک دریفت هم همینطور. یعنی چی کمک دریفت؟ چرا کسی باید با کمک دریفت بزنه؟ واقعا من نمیفهمم. خب میرسیم به این مرحله. حتما یه پورشه باید به ما بده دیگه. اشتباه میگم؟ چون میشه آو 911 رو جون به نازم به نازم. فقط اگه قراره اینا با هم مسابقه بدن داشت یه ذره نامردی نیست. جی تی تیریه جدید و اووردی. ماشین ما چی شد؟ من با اون باگی باید برم یا استوز؟ اینا ماشین. مرسی دمت گرم. قدیمی ترین 911 شون هم دادی به ما دیگه این وسط. خب من الان چجوری اون جدیداشو بگیرم؟ 911 2021 هم اوورده بود الان دیدم. خب آقا جهنم و ضرر، ما ریس رو شروع میکنیم. امیدوارم که خوب پیش بره. بزن بریم. داداش میذاری منم بازی کنم؟ من قرار مرسی بزن بریم. 3-2 برو. داداش ما که به این جی تی تی ریه خیلی سریع داریم میرسیم. منطقیه، خیلی با عقل جور در میاد. میذاره غیر عادی این قسمتش ولی ایراد نره. میریم. نیترو بزنیم میذاره فاصله بگیریم از جی تی تری. خیلی هم عالی میرسیم اینجا. ترمز ریساش حال میده. خدا کنه ریسای آنلاینش هم همین جوری بذاره چون تو کرودو واقعا ریساش جذابیت زیاد نداشت، خصوصا ریسای آنلاینش. امیدوارم آقا ریس آنلاینت هم همین جوری بذار. تو رو خدا داره الان حال میده، خیلی ایراداشو برطرف کرد. میذاریم دنده، میگم دنده، دوربینه داخل. خیلی دوربین، همه چی این بازی الان خیلی خوبه بجز پرشش. واقعا جامپش مزخرفه ولی خواهش میکنن ریس آنلاینت هم همین ریختی باشه، گن نزن توش. همه مشکلاتتو برطرف کردی. فعلا تنها ایراده ای که از این بازی میتونم بگیرم مپ کوچیک، واقعا کوچیک، افورزان کوچیکتر به نظر من. و از اون طرف هنوز جامپش خیلی مصنوعیه. من متوجهم که بازی آرکیده، به خدا اینو میدونم، ولی جامپ خیلی مصنوعیه. الان جامپش شما با نیت فور اسپید و جامپ فورزان، اصلا فورزان میگیم سیمکیده، یه ذره شبیه ساز داره توش حالت، ولی نیت با نیت فور اسپید، جامپش رو با جامپ نیت فور اسپید هم مقایسه کنید متوجه میشین که فوق العاده مصنوعیه. تازه نیت فور اسپید توی مصنوعی بودن معروف از لحاظ هندلینگ و مثلا با 300 تا دریف میزنید، ولی جامپش اصلا اینجوری نیست. حالا ایراد نره، به هر حال هر بازی نقص و خوبیایی داره. میسیم اینجا الان لپ دومی من اگه بتونم خودمو به اینا نزدیک کنم خیلی خوب میشه. دارم میرسم ولی وایسا برو. آها بجون. وای هواپیما بچه این نیترو بزنیم برسیم اینا. برو دیگه بابا بجون. خب یه ماشینه قدیمی ترینشون رو دادی به مای بدبخت. اون 911 2021 یا 2020 اگه اشتباه نکنم. برو کنار چاقال، بیا برو گم شو. ولی این فلش ها خیلی خوبه ها که تو این دوربین نشون میده پشت سریمون دقیقا کجا قرار داره، با فلش داره نشون میده. این هم اگر فورزا بیاره خیلی خوب میشه چون تو ریس آنلاین شما اگر این فلش رو نداشته باشی واقعا زیاد با این دوربین نمیتونی بازی کنی چون نمیتونی ببینی نفر پشتیت کجاست، کدوم سمت راستته چپته، و این کار رو سخت میکنی، میخورین به هم دیگه. آینه داره فورزا ولی واقعا چون با دکمه هی باید تکون بدی تمرکزتو تو رانندگی از دست میدی، برای همین این فلش گزینه بهتریه. گراند توریزمو هم یه رادار مثل این داره، فورزا موتور اسپورت هم داره ولی فورزا هورایزن من نمیدونم چرا نداره. حالا ایراد نره، درفتش میکنیم، دور میگیریمش، میریم توی پیچ، دور آخره و ما سومیم. من همین سوم شم راضیم، گفته بود سوم به بالا شو، همین سوم راضیم. برو بریم آخرش، فقط نذاریم کسی ردمون کنه.
آخراشه تقریبا. آها بنازم بنازم بجم بجم. آها همین درسته، داریم به اونم نزدیک میشیم. آها یه ذره بیشتر طول بکشیم گرفتیمش. آها برو 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 برو. آها آها احسن. نیترو 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 داریم بهش میرسیم، داریم میرسیم، درفتش میکنیم، یه پیچ داریم اینجا میپیچیم. حالا یه ترمز، نه ترمز نمیخواست. برو 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 برو. اینم از ترمز و فکر کنم تموم شد. نه 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 آه تموم شد دیگه. آره اینجا خط شروعش بود الان. و بله ما سوم میشیم. همینم خیلی خوبه با این ماشینی که تو به ما دادی، واقعا همین سوم شدن هم خیلی خوب بود. اوزار بگیم ببینم تا الان نظرتون چیه؟ من واقعا خیلی خوشم اومد از این بود. اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر از کرو جدید خوشم بیاد. من پشمام خیلی قدر شده، کرو خیلی قدر شده تو ریسینگ. آفرین میگم. این نتیجه تلاش و یاد گرفتن اشتباهات گذشتهش. خیلی قدر شده، هرچند کرو دو هم خیلی باحال بود، حال میداد، ولی این لولش خیلی رفته بالا. لول گیم پلی واقعا کیفیت کاری رفته بالا. واو بذار ببینم ماشین فروشی ما نداریم اینجا. من یه لحظه برم نمایشگاه ماشینی چیزی ببینم. ماشین اون پلیر آنلاین بود. میخوام ببینم ماشین چی داره الان. البته اگر توی بتا همه ماشینا رو اوورده باشه، ولی بذار ببینم تو ویکلز که نیست. نه من چجوری میتونم وارد اون بخشم الان؟ چیکار باید بکنم؟ وایسا شاید توی مپ بازی باشه. بذار مپو چک کنم. خب دنبال یه نمایشگاه هم شاید چون ما چیز خاصی نرفتیم نیاورده باشه. آه این چیه؟ نه اینم پلیلیست. وایسا وایسا حاجی اون ام چیه؟ آه کارمیت؟ پشمام کارمیت نمایشگاه یا میتینگه؟ بذار ببینم نمیتونم برم. آه چرا همین الان میتونم برم توش با گزینه وای. بذار ببینیم چی میشه. خب میگه که به کارمیت خوش اومدی. ای گیر کرد یا اول فاز بازی که رش نکنه یا آها درست. این مشکل بتاست، مشکل بتاست. خب میگه که مین استیج رو چک کنین، اونجا ماشینای کاستوم شده میتونین نگاه کنین، یا میتونین اینجا رفت نفهمیدم. اینجا میتونین خلاصه ماشینای مختلف رو میتونین نگاه کنین، ماشینای توی پلی لیست رو میتونین نگاه کنین و خلاصه ماشینای تیون شده باحال یا ماشینای فابریک هم حتی. میگه لایو ایونت ها رو حتما برین، حتما از اونجا یه چیزایی فکر کنم میتونی برنده شی، همینجوری خشک و خالی نیست. کاراکتر ما میتونم بچرخم اینجا. پشمام آجی شبیه نمایشگاه ماشین شد. نمایشگاه ماشین دبی مثلا. این که مینیه، این چه ماشینیه، چه ستمی اون. خب میگه تو میتونی به ماشینا رای بدی و رای بدی توی کاستوم شو کامپیتیشن شرکت کنی. من حالا نمیدونم این رای دقیقا به چه دردی میخوره. الان مثلا اوه چه سمی. بذار من الان به این میخوام رای بدم. میگه با ای آره با ای رای میده. من الان رای دادم، حالا به چه دردی میخوره من واقعا نمیدونم، هیچ نظری ندارم. ولی نگاه کن چه خوشگله جاش، خیلی باله. ولی این ماشینا الان فعلا هنو تکراری هن. اینو اون عقب مقوام دیدیم این ماشینا رو، فکر کنم فقط داره رنگ و طرحشون عوض میشه. اخ 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 اوف بنتلیو آجی، بنتلیو بنتلیو بنازم. وایسا زون کنم. اوه چراغش رو میتونیم روشن کنیم اینجا. واو باشم حاجی، حاجی سوارش هم میتونیم بشیم. بذار در رو وا میکنه، در رو وا کن. پشما میتونیم بشینیم. چقدر من از این بقیه آقا اصلا از اینجای بازی میشه کلی محتوا ساخت واقعا میگم. او گزینه استارت داره. خب من یه بار زدم آرتیو استارت نخورد. دوباره دوباره آه بعد نگه داری الان استارت خورد. وای پشمام چقدر خوب، چه کیفیتی. راضیم. البته توی اوتوشو گرافیک بازی میره بالا. او با فلش بالا برفا کن میزنه. ایوه خوشم اومد. خب حالا من نمیدونم توی این بازی ما تغییر فصل داریم مثل کرود و فورزا که مثلا برف بیاد و اینا یا نه. دنده و اوف چی هست. خب میخوام پیاده شم. بذار خاموش کنم ماشینو. خاموش کردم. بذار پیاده شم. نه 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 درو نبند چاغال. پیاده شو پیاده شو. آن دکمه بی ممنون. بذار در رو ببندیم، صاحب نمایشگاه ناراحت نشه. درم بستیم. یه چرخ دیگه بزنیم ببینم ماشینای دیگه میتونیم پیدا کنیم اینجا یا نه. این پشتش هم که حتما آره مال چراغ بود. فکر کردم سقفش بسته میشه. خب بچرخیم و بچرخیم. اینا هم هموناست که
فکر کنم هر هفته یا هر ماه یه سری ماشین میاره اینجا. الان مثلا این ماه این ماشین ها اینجا، مطمئن نیستم، نمیدونم، ولی حدس میزنم چون غیر عادیه که فقط بخواد تعبد همین ماشین بگیر. آقا با فرمول یک ردبول چی کار کرد؟ این چرا این ریختیه؟ بذار سوارشم ببینم. بذار روشنش کنم، استارت بزن دادو چند. بیا اینم از این. بوق داره؟ فرمول یک بوق داره مگه؟ یزید این چه بوقیه؟ وای خدا، بریم الان شاتون میزنه الکی مثلا. خب بقیه هم همون ماشینایی، همون بنتلی، همون استون مارتین ونکوش و مکلارن پیوان هم که 100 بار دیدیم، ولی اون وسط مکلارن F1 بود و تک بود. نمیدونم ماشین خاص قراره باشه یا نه. بذار ببینم اون بالا، احساس میکنم ماشینای جدید دیدم. بذار برم بالا. قطعاً چون بتا هم هست نمیتونه همه ماشینای بازی رو توی بتا بذاره، برای همین شاید داریم این ماشینا تکراری میبینیم اینجا. او مکلارن سنا، نسخه خاصشه یا نسخه عادی سناس؟ نسخه عادیشه. آره. واو بذارین سوار اینم بشیم یه لحظه. باحاله. باشه این پشتی چیکار کنم؟ مال چراغ. اوکی بذار درشو وا کنم. او لالا بذار بشینم توش. آها خب وا، اینم استارتشو زدیم. اه به به به، چقدر کیفیت اتاق ماشینا رو خوب ساخته. خداییش، خدایی قبول نداری؟ وای فرمون، فقط فرمون که 900 درجه میچرخونی. خیلی دوست دارم اینو. وای خیلی خوب آقا، خیلی خوبه. من خیلی راضی ام از این بازی و حتما روز عرضه براتون محتوا پشت هم تولید خواهم کرد در کنار فرزه از این بازی، و فکر میکنم که تا اینجای ویدیو کافی باشه. امیدوارم که لذت برده باشه. نمیدونم دوباره ویدیو بگیرم ازش توی بتا رو میگم یا نه، وگرنه روز عرضه مازی منتشر شه که او فرت و فرت در تو محتوا میگم. امیدوارم که لذت برده باشین و بار آخرم میگم نظراتتون رو حتما راجبش بنویسین که نظر شما چیه. تا یک ویدیوی دیگه، دمتون گرم، بازم ببخشید، خداحافظ.